تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن با سخن خالق نشستیم، آیه به آیه تفسیر میگیم، هر آیه چند دقیقه. به جزء 13 سوره رعد و آیه 25 رسیدیم. بشنوید. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. در برابر گروه اول که اولوالالباب بودند و اولوالالباب صفاتی داشتند، در مقابل اونها یه گروه فاسدند. گروه فاسد سیماشون رو معینه میکنه، میگه در مقابل اولوالالباب کسانی هستند که والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، یعنی پیمان خدا رو بعد از محکم بستن میشکنن. با اینکه با خدا پیمان بستن ولی پیمانو میشکنن، به عهدشون، به نذرشون، به سوگندشون عمل نمیکنن. الم عهد علیکم، تعهداتی که خداوند با فطرت ما، با عقل ما، تعهدات الهی رو رد نادیده میگیریم. کسانی که پیمانهای خدا را بعد از محکم بستن میشکنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و آنچه را خدا به پیوندش دستور داده قیچه میکنن. خدا گفته پیوند، ما قیچه میکنیم، ضد راه خدا. خدا گفته سله رحم، ما قطع رابه. خدا گفته وام بدید، ما بخل میکنیم وام نمیدید. خدا میگه بدی ها را قورتش بده، کزم قیس کن، کار نداشت به بدی مردم، تو خوبی رفتار کن، ما بدی ها را تونتر از خودش جواب میدیم. یه کلمه گفتیم عوض که بگیم طوری نیست، میگیم خودتی، ننته، باباته، جد آبادته، یعنی هرچی خدا گفته ما زیادش انجام میدیم. اولائکه و یفتدون فی الارض، اینا مرحله مرحله شاید بشه. یعنی انسان اول پیمان خدا رو میشکنه، بعد که پیمان روی خدا رو شکست فرمانهای خدا رو قیچی میکنه، بعد کم کم مفتد فی الارض میشه. اینها اولائکه لهم اللعنه و لهم سوء الدار. لعنت یعنی دوری از لطف خدا، اینها از لطف خدا دور میشن، برای اینها سوء داره، یعنی اینها منزل بدی برشون هست. در مقابلی که لهم عقبت دار، اینها لهم سوء دار. آیات قبل داشتیم عقبت دار، این میگه سوء دار. خب نیکوکاران و اولوالالباب وفای به عهد میکنن، ارتباط با اولیاء خدا دارن، هرچی خدا گفت ورشید ورش میشن، این ضد اونها رو دارن. ورزا عقبت دار، سوء دار. فساد در زمین نمونه های داره. یفسدون فرد، فساد در زمین چیه؟ سرقت فساد در زمینه، از بین بردن نسل و کشاورزی فساد در زمینه، ایجاد تفرقه و آدم کشی فساد در زمینه. و قرآن کیفر کسانی که مفسد فرزن آیهی داره میفرماد انما جزاء الذین، کیفر کسانی که در زمین فساد میکنن برخورد انقلابی است، قتل هست، تبعید هست. این دیگه دست حاکم شرعه که نوع فسادش چه جور بوده، دفعه اول بوده یا چند دفعه بوده، آگاه بوده یا آگاه نبوده، این یه قاضی عادل با معیارهایی که در اختیار داره تعیین میکنه. خب اولئک لهم اللعنه، خدا لعنت کنه دینا را. عجب، کیا؟ یقطعون، اینا که قطع رحم میکنن، اینا که سله رحم نمیکنن، با فامیلاشون رفت آمد ندارن. خدا میگه اولئک لهم اللعنه. امام سجاد هم در وصیت نامه به فرزندش میگه که مواظب باش با کسی که با فامیلاش رفت آمد نداره رفیق نشو. ایاک و مصاحبت القاطع لرحمه فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله. در قرآن خدا به اینها لعنت کرده، پسرم مواظب باش. او کسایی که با فامیل سر کار ندارن، اصلا عمه بی عمه، خاله بی خاله، عمو بی عمو،
کسانی که قطع رحم میکنن با اینها رابطه نداشتش که اینها مورد لعنتن. خب یکی از شیوه‌های تربیتی و تبلیغی روش مقایسه است. در آیات قبل داریم یوفون وفای به عهد کنن، بعد میگه عقبت دار، اینا میگه ینقضون، در واقع میگه سوعد دار. وفا کنی عقبت دار، نقض پیمان کنی سوعد دار. یعنی مقابل هم که شد خیلی دو تا تابلو مثل سفید و سیاه نگاه کنید، مثلا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مؤمن و فاسق یه جوره، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، با سواد و بی سواد یه جوره. یوفون ینقضون، او وفا میکنه او نقض میکنه پیمان را، او عقبت دار او سوعد دار. این مقایسه یه روشی است که خیلی صحنه رو شفاف و بشاش میکنه. خب نقطه شروع انحراف ها اینه که انسان از خدا جدا میشه. اول ینقضون، اول با خدا قیچه دست بیره، رابطهش با خدا قیچه میشه، بعد وقت دست به کارهای دیگه میزنه. قرآن فرماد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، بعضی بعد از خوبان افرادی پیدا شدن، نسلی پیدا شدن، اضاعوا، ضایع کردن نماز را. نماز که ضایع شد اضاعوا الصلاة، بعد میگه وتبع الشهوات. اول انسان یعنی بچه‌ای که میخوان بدوزنه سرمون، اول دستش از دست بابا ماده شد بیرون، وقتی دستش از بابا و ننه اومد بیرون، بعد وقت میدوزنش. یکی اسم گفت هواپیما به این بزرگی چطور میدازن؟ گفت تا رو زمین بزرگ نمیشه دازید، میزنن بعد تو هوا کوچیک شد اونجا میدازن. حالا اینطوریه، اول از آغاز صلات و لذا رو نماز با تکیه کنه. کسی که نماز نمیخونه قیچی شده بین او و خدا. از خدا که قیچی شدی همه خطری میشه پشت. آدم باید دستش دست باباش بشه، اگر هم افتاد بابا میکشدش بیرون. کسی که اهل نماز و مسجد باشه یا بایم یه دستگوری آبداد فوری اصخار میکنه، باز توبه میکنه. اما یه کسی پاش از خدا مسجد دین جدا شد، دستش دست اولیاء خدا برداشت، هر ساعتی با یه پولی، با یه شهوتی، با یه فیلمی، با یه عکسی، با یک لذتهایی هر جا میخوان میبرنش، هر چی خواستن به ذهنش تزریق میکنن. اول همه میگن قضون عهد الله، باید مواظب باشه. خدا اینطور به حق محمد و آل محمد کمتر از آنی ما رو به خودم واگذار نکن و بین ما و خودت و راه خودت و اولیاء خودت کمتر از آنی جدایی نینداز. خب آیه 25 اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.